این حال معنویت، حال عبادت، حال دعا، حال زیارت، حال تو نماز، حضور قلب در نماز، توجه به نماز، حال توبه و انابه، این حالات معنوی، این حالات معنوی مزده که پروردگار عالم به آدم میده. مفت نیست، مزده. یه کاری باید کرده باشی که بهت بدن. اینا کیمیاست، همینجوری به کسی نمیدن. به قول حافظ گفت: سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینو باید به آدم بدن. بعضیا این حال رو ندارن اصلا. حالا یه موقع هست آدم یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار حال نداره، این طبیعیه. اما اون کسی که همیشه بی حال، همیشه بی سوز، همیشه بی اشک، همیشه بی توجه به نماز، هیچ موقع حال زیارت نداره، این مریضیه، این مریضی هستش. این حالات معنوی و خوش رو باید با آدم عنایت بکنن. یه جمله‌ای تو بین عوام مردم، تو بین عامه مردم هستش، هر موقع میخوام برن زیارت، مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، کربلا میخوام برن، زیارت اهل بیت میخوام برن، معمولا میگن که آقا ما رو طلبیده. یه جمله ایست که تو بین عامه مردم هستش. این جمله درسته، باید بطلبن، از اون طرف باید بطلبن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمود من یه مرتبه حرم امام رضا علیه السلام رو زیارت رفته بودم. خب به هر حال ایشون چشم دیدن این چیزها رو داشتن و خدا بهش عنایاتی داشت. میگفت دیدم که امام رضا علیه السلام آغوش گشوده به سمت زائراش، حضرت آغوش گشوده با اشتیاق به سمت زائرینش. بله همین جوره، اول باید اون بزرگواران آغوش باز بکنن تا کششی، تا علاقه ای، تا شوری، تا شوقی تو دل ما بیفته. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اول باید از اون طرف به طلبن آدم رو. ابو عبدالله علیه السلام در دعای عرفه، وجود مقدس سید الشهدا، این تعبیر رو داره، به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا اطلبنی به رحمتی که حتی اصل الیک، وجذبنی به من که حتی اقبل علیک. خدای منو طلب کن، خدای از اون جاذبهات برای من بفرست، منو بکش، منو طلب بکن تا به سمت تو رو بیارم، به تو برسم، تا به تو برسم. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. خدا وقتی میخواد دست کسی رو بگیره، اون وقت عشق بهش میدن، حال بهش میدن. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. ای خدا زاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم حال دعا میدی، هم خودت اجابت میکنی. هم دعا از توست، هم آن نیکویی. ما که این اول توی، آخر توی. در دفتر سوم مثنوی مولوی داستانی رو ذکر میکنه از تمثیلات زیبای او، آشنا هستید باهاش، معروفه. میگه یک کسی خیلی دعا میکرد، با عشق، با سوز، با تضرع، خیلی به درگاه پروردگار عالم میرفت و دعا میکرد. این بعد از مدتی اون حاجتش رو نگرفت، اون حاجتی که داشت رو نگرفت. یواش یواش شیطان بهش وسوسه کرد که چرا انقدر دعا میکنی؟ به تو که توجه ندارن، به تو نگاه نمیکنن، اگه نگاه میکردن حاجتتو میدادن. همین وسوسه‌ای که گاهی موقع سراغ ماها هم میاد، که اگه احیانا یه حاجتی میخوایم بهمون نمیدن یا دیر میدن، غر میکنیم و سرد میشیم. انقدر شیطان وسوسهش کرد این بنده خدام سرد شد، دیگه دعا نکرد. شب خواب دید حضرت خضر رو. حضرت خضر بهش گفت چرا دعا نمیکنی؟ او گفت برای چی دعا بکنم؟ من این همه دعا کردم، چه نتیجه ای؟ جوابی به من نیومد. حضرت خضر گفت اشتباه میکنی، جواب خدا اول اومد. اون گریه‌ای که تو داری، اون سوزی که تو داری، اون همون جواب خداست. معلومه که خدا طلبیدته. اگه خدا باهات کاری نداشت، بهت عنایتی نداشت، اصلا عشق بهت نمیدادن، سوز بهت نمیدادن. گفت آن الله تو لبیک ماست. همون الله، اللهی که میگی و خدا خدایی که میگی، همین جواب خداست که زودتر اومده. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و سوز و دردت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو. این که چه کنم چه کنم میگی، این چاره جویی داری میکنی،
این ما تو دلت میندازیم این رو، جذب ما بود و گشودیم پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. اون کسی که حال نداره، اون کسی که دعا نداره، اون کسی که ارتباط با خدا نداره، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. بنابراین این حالات معنوی خیلی ارزشمند. اونی که این حالو داره طلبیدنش، از دست ندی این حالات رو.